buy clothes, we wear them. ما لباس می‌خریم، می‌پوشیم و گاهی دور می‌اندازیم. اما آنها کجا می‌روند؟ بیشتر اینجا محل تخلیه و سوزاندن زباله‌ها. فقط 1% بازیافت می‌شود. اما شهر پراتوی ایتالیا در تبدیل این زباله‌ها به لباس‌های جدید مهارت خاصی دارد. این کار نظیر ندارد. صدها شرکت در این منطقه کوچک درست شدند که هر کدام در یک بخش از این فرایند تخصص دارند. از ریسندگی تا بافندگی و طراحی لباس. So this is your shirt. فرض کنین این لباس شماست. اینقدر کهنه بوده که به درد فروشگاه‌های خیریه نخورده. میفرستنش اینجا که بازیافت بشه. اینجا لباس‌ها بر اساس رنگشون دسته‌بندی میشن. پارشون میکنن، میشورنشون. و از الیاف بازیافت شده اونا با کمترین دورریز لباس‌های جدید درست میکنن. بگذارید یک بار دیگر این فرایند را مرور کنیم. شما لباس‌هایتان را دور می‌ریزید. آنها را از کشورهای مختلف می‌آورند اینجا. تمام لباس‌هایی را که نشود دست دوم پوشید می‌آورند به این کارخانه. اینجا آنها را بر اساس رنگ و جنسشان دسته‌بندی می‌کنند. هر روز چه مقدار لباس اینجا بازیافت میشه؟ حدود 25 تن در روز. لباس ها را میریزند داخل این دستگاه که به آن کاربونایزر میگویند. کارش زدودن ناخالصی ها از پشم است. بعد آنها را در این ماشین لباسشویی عظیم میشویند. تار و پودشان را از هم جدا میکنند و بعد خشکشان میکنند. این محصول نهایی است. الیاف نرم پشمی که میفروشندش به شرکت های مد لباس. بعضی ها ممکنه بگن که از آشغال لباس درست میکنید. تا چند سال پیش کلمه آشغال یه جور توهین بود، اما حالا مارک های معروف که از من خرید میکنن مثل زارا، مانگو و آرمانی اصلا به همین خاطر سراغ من میان، برای اینکه با بازیافت منابع از کره زمین محافظت میکنیم. من به این افتخار میکنم. بازیافت پشم تأثیر مستقیمی در محیط زیست دارد. تولید گازهای کربنی در مقایسه با لباسهای نو نصف میشود. این شیوه و فن نسل به نسل منتقل شده و امروز این شهر میگوید که 15% کل لباس‌های بازیافت شده در جهان را فراوری می‌کند. The culture in Prato is the kind of culture that we need across the entire fashion industry. فرهنگ رایج در پراتو چیزیه که ما در تمام صنعت مد بهش احتیاج داریم، چون که بر اساس تعامل و همکاری شکل گرفته، هرچند که محلیه. اگه جهانی بشه همه ازش سود می‌برن. مردم این شهر ناچار بودند لباس‌هایشان را بازیافت کنند چون توان خرید لباس نو نداشتند. حالا مهارتی که در 100 سال گذشته به دست آوردند می‌تواند راهگشای شیوه‌ای پایدار در صنعت مد باشد. سوفیا بتیزا، BBC News، پراتو.